مسئولان سازمان خیریه آی اچ سی در شهر لندن میگویند قلب ما از وضعیت غم که خانواده های فقیر در جهان از آن رنج میبرند می شکند و این وظیفه ماست که از آنها مراقبت کنیم با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم مسئولان بنیاد جهانی خیریه و بشر دوستانه امام حسین علیه السلام IHC در انگلستان همچنان به برگزاری برنامه ها و فعالیت های بشر دوستانه خود با هدف تأمین نیازمندی های خانواده های فقیر و فروده است با وحرگیری از مساعدت ها و کمک های خانواده های سخاوتمند شیعه در جهان ادامه می‌دهند. خبرگزاری اخبار شیعه با مشاهدات عینی خود به اطلاعات و اخباری در رابطه با فعالیت های این مؤسسه دست یافته که بیانگر آن است که این مجموعه تلاش های زیادی در سراسر جهان برای رسیدگی به خانواده های نیازمند و فقیر به ویژه در عراق، افغانستان، یمن، ایران و سایر کشورها انجام داده است. مسئولان این موسسه اظهار داشتند که با بهرهگیری از کمکها و مساعدتهای جمع کسیری از خیرین مؤمن از سراسر جهان به دنبال ایجاد ابتکاراتی هستند که فقرا و نیازمندان با حفظ کرامت و عزت به شرایط مطلوبی از زندگی برسند و این اقدامات ناشی از احساس مسئولیت در قبال خانواده های ضعیف فقیر نیازمند و یتیم است آنها همچنین در تشریح فعالیتهای خود گفتند، برنامه های این بنیاد با همکاری تعدادی از نهادهای شیعه به ویژه مجموعه رسانه ای امام حسین علیه السلام و مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مصباحل حسین علیه السلام در تعداد زیادی از کشورهای جهان اجرا می شود، مسئولان بنیاد جهانی خیریه و بشر دوستانه امام حسین علیه السلام همچنین خاطر نشان کردند که قلب آنها می شکند وقتی سرگزش های و داستان های کودکان خود سال را به اشتراک می گذارند. کسانی که از شرایط سخت زندگی آسیب دیدند و برخی دیگر که بیمار هستند و خانواده هایشان نتوانستند شرایط لازم برای درمان مناسب آنها را فراهم کنند. آنان همچنین افزودند با وجود این سختی ها و مگاگت ها دلهای این مردم نیازمند و رنج کشیده همچنان مملو از عشق به امام حسین علیه السلام است و وظیفه ما این است که در کنار آنان باشیم و نیازهای لازم برای زندگی شایسته و همراه با عزت و کرامت آنان را تأمین کنیم. شایان ذکر است که بنیاد جهانی خیریه و بشر دوستانه امام حسین علیه السلام IHC یکی از برجسته ترین مؤسسات خیریه وابسته به دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در بریتانیا است. هاگا عبدالمجید اخبار شیعه